شما اگه من به این نترسم که کارم رو رها کنم، اگه به این نترسم که مثلا طلاق بدم، مثلا اگه به این نترسم که نمیدونم شهرم رو عوض کنم یا هر چیزی که احساس میکنم نظر بدی در مورد من ممکنه ایجاد بکنه، اهمیت ندم. این راه عملیش چیه؟ چطوری میتونم عملا این کار، میدونم بده ولی چجوری پیادش کنم، چطوری عملی این نظر دیگران رو منفی کنم، خونسا کنم و اهمیت ندم؟ عزیز شما نظرن موضوع رو قبول ندارید هنوز، هی نرید سراغ عملی. یکی از گرفتاری های من با دوستان همینه، هی بگن عملی، نظری شما غلطه، شما هنوز نظر رو نپذیرفتید، شما هنوز نپذیرفتید که من قرار کار درست و خوب خودم رو بکنم، دیگران هر چی میخوان فکر کنن. شما هنوز نپذیرفتید شما قرار زندگی خودتون بکنید، به اونا مربوط نیست. شما هنوز نپذیرفتید که اصلا حضور و وجود و مرگ و زندگی من و شما برای این دیگرانی که اهمیت میدیم ارزشی نداره. شما هنوز نپذیرفتید 98% عقیده و نظر اونا تو زندگی شما هیچ تأثیری نداره جز تأثیری که شما میذارید. شما بحثتون بحث نظریه. شما روزی که به این چیزا اهمیت دادید اصلا فکر نمی‌کنید که منی که می‌خوام شغلمو عوض کنم خالم چی فکر کنه یا عمم چی فکر کنه، اصلا برای شما مطرح نیست، اصلا به ذهنتون نمیاد. آیا شما هرگز فکر کردید که شما شغلتونی که می‌خواید عوض کنید فرماندار کالیفرنیا راجبش چی فکر می‌کنه؟ اصلا موضوع شما نیست، اصلا به ذهن شما اومد؟ شما اومدید یه دو آدمو تو ذهنتون قطار کردید، شما اومدید برای خود شما نظرن گرفتارید، به عملی چه ارتباطی داره؟ مثل این موره که شما برید سراغ 100 تا آدم سیگاری، صبر کنید، 100 تا آدم سیگاری کدومشون میگن سیگار کشیدن خیلی کار خوبیه؟ فایدهش چیه؟ شما این نگید عملی چجوری سیگار رو ترک کنیم. نه قربونت، نظر این هنوز آدم حل نشده، این آدم نپذیرفته که آسیب این مسئله چیه، فایده این کار نداره، این یه زهر و سمه، زندگیش ارزش داره، این آدم خوبه، قرار نیست عکس خودش فکر کنه. ما ذهنمون هست که مسئله ماست، دنبال عملی نرید. شما برای چی؟ شما میخواید شغلتون رو عوض کنید برید. بنده فکر بکنم، اصلا اولا من به شما فکر نمیکنم، بعد فکر کنم تنبل بود، خب بود، چه اهمیتی داره؟ شما فکر کنید اهمیت داره مسئله است. اگر شما اصلا فکر نکنید، شما فرض بفرمایید که یه کسی باشید، شهردار یه شهری باشید، خب یه عده اصلا مخالف شما رأی دادن، میخواد چیکار کنید؟ شما پس یک کشوری مثل امریکا اگر فرض کنید 70 میلیون 60 میلیون علیه شما رأی دادن ولی شما رئیس جمهور شدید، شما چی؟ صبح تو غروب باید هی برید سراغ اون 60 میلیون؟ اصلا ککشون هم نمیگزه، برای که از این مراحل گذشتن. شما قرار تو زندگیتون اصلا اینکه شما عملی هیچ، برای چی به ذهنتون میاد؟ نه مهمند، نه در اصلا حقی دارن. اونا قرار زندگی خودشون بکنه، من قرار زندگی خودمو بکنم. خاله من فکر کنه من تنبلم، فکر کنه دایی من فکر میکنه من نتونستم، فکر برادر من فکر میکنه من بیارزم بکن. من نمیدونم تو دنیا آدم ها رو درست کنم. عزیز شما بنشورید مادرتون رو، قسمش بدید هرچی نظر راجع به من داری بگو، مادر شما تا فردا صبح از شما عیب و ایراد میگیره. خود شما بشینید جلو آینه از خودتون عیب و ایراد میتونید بگیرید. من که نیومدم دیگران رو راضی کنم. عزیز هیچ کس راضی نمیشه، هیچ کس خوشحال نمیشه. اگرم راضی و خوشحال بشن به خاطر منافع خودشونه. من چون مثلا درسمو نخوندم، شما که درستون رو ول میکنید، من اتون طرفدار شما میشم، چون شما عین من شد. اگر شما درستون رو بخونید من حرص میخورم این چرا خون من نخوندم، برای که من مریضم. ولی شما که نمیتونید درس خوندن به دیگری مرتبط کنید. مسئله عملی خیلی روشنه، شما اول باوراتون رو درست کنید. شما دیدید که من اشکالم با شما چه بود، شما حرفا رو میزنید ولی قبول ندارید. درست مثل آدم سیگاری که میگه سیگار بده، ولی بده ببینیم باش بده، میگه دیگه 30 سال داریم میکشیم استم گرفت. خب چیه؟ ببینید سوال من در مورد سیگاری گفته. ببینید یکی میاد چه من میگه یه ذره بلندتر عزیز، میدونم سیگار بده. یکی میاد به من میگه که من میدونم سیگار بده، تو به من بگو چطوری از این فکر این سیگار کشتن بیرون بیا. من نمیتونم بهش بگم مرتب سیگار نکشی، سیگار خیلی بده، آمار مرگ سیگار بالا بالاتنی آمار مرگ در دنیا دقیقاً هموناست. میخوام بهش بگم که وقتی که به فکر سیگار افتادی، مثلا برو فوتبال بازی کن، ذهنت 5 بار این کار کردی اصلا ذهنت پاک میشه. مثلا اصلا اون کارا کار نمیکنه. میفهمم شما چی میگی، اصلا این کارا کار نمیکنه. اینا فقط یه حقه بازی است که من میخوام چیزی رو که درست میدونم انجام ندم. همون آدم سیگاری وقتی که کل ماجرا رو برش توضیح بدید، تنها داستانی نیست که سیگار بده، بهش نشون میدید که تو خودتو دوست نداری، تو داری خودتو آزار میدی، تو از خودت متنفری. موضوع اونجاست. بعدم متوجه میشید نقشی که سیگار تو بدنش داره چیه، متوجه میشید سیستم عصبیشو آروم میکنه، کمکش اونجا میکنید.
ولی ماجرا خیلی فرق میکنه که کسی به شما میگه عملی چی کار میتونین بکنید. تو این گونه موارد احتیاج به عمل نیست عزیز. داستانی که من عملی چی کار میتونم بکنم، عملی بگید چی کار کنید، خیلی ساده است. میخواید این کار بکنید، از امروز به بعد تا مدت 6 ماه با هر کی میرید دعوا کنید، هر حرف غلطی زدن بزنید، تازه یه جورم بهانه پیدا کنید. بعد از 6 ماه هیچ کس دیگه شما رو دوست نداره، خلاص میشید، تمومش میره، آبروتون رو میریزید میره. میخواد عملی جا. چون شما اومدید یه بوتی برای خودتون ساختید که باید جلوی مردم این بوتو حفظ کنید. شما بوت این بوتو بزنید بشکنید. من به دوستان چی میگم؟ آبروی خودمو بریزم اشکال نداره دیگه، آبرو ندارم. نه خلاص میشید، خلاص میشید. ببین عزیز دقت کن قربونت، دقت کن. روزی شما زندگی رو بردید که مردم شما رو کمتر و بدتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هستید. روزی که مردم شما رو کمتر از اون چیزی که میدونن هستید، زندگی رو بردید راحت. روزی شما تو زندگی از پا در میایید که مردم شما رو برتر و بالاتر از اون چیزی میدونن که هستید. شما تمام مدت باید پرفورم کنید، نمایش بدید تا همون جایی بایستید که مردم فکر میکنن. شما از پا در میایید. مادر من روح شاد حرفش این بود، میگفت اصطلاحی بود که درستش چیه، باریکلا مرد رو میکشه، سربالایی خرو. یعنی روزی که گفتن باریکلا کلکت کنده است، سربالایی هم خرو میکشه، حالا یا سر باری خرو میکشه، کاری با اونا نداره. چی هست؟ روزی که شما تو زندگیتون براتون دست دارن از پا در میایید. گفتن وسط دستا نمیشید، بنابراین بهترین کار این است که خلاص. بچه های ما این کارو میکنن. شما فکر کنید چرا جوان ها این لباس ها رو میپوشن، این آرایش ها رو میکنن؟ برای که یه دهن کجیز دست از سر من بردارید. من اینکه شکل رو ریختم اینه دیگه، من نگید مؤدب باش. نه اینکه راه اونا درسته، یه طوفان و طغیانه. شما تو زندگیتون تا زمانی که میخواید یه تصویر و تصوری از خودتون بسازید بیشتر و بالاتر از اون چیزی که هستید از پا در میاد. من همیشه تو کلاس ها اینجا نمیتونم الان این کار بکنم، روی پنجه پام میستم، میگم ببینید قد من چقدر بلنده، خب میخوام نشون بدم که من اینقدر قدم بلندتره. خب از چی میشه؟ بعد از این مدتی از پا در میام که من ستون فقراتم هم از پا منو میندازه. خودتون باشید، پاش رو بیار پایین، قد من همینی که هستم. کوششی که شما دارید میکنید این است که به دیگران یه تصویر و تصوری از خودتون بدی که با آنچه که شما هستید فاصله داره و این تمام نیروی شما رو میگیره. یعنی نیرویی که از در علمی میگن، نیرویی که با صرف رشد و تکامل شما بشه، صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران میشه. و اینو به سه جور هم انجام میدید. یکی از طریق مهر طلبی، محبت همه رو میخواد جلب کنه. یکی از طریق برتری طلبی، برم بالا که دیگه همه منو بالا ببینن، کاری نداشته باشم. سوم گوشه گیری و عزلت طلبی، برم خونه بشتم با کسی کاری نداشته باشم. این سه تا مکانیزمی است که انتخاب کنید، با مردم، بر مردم، بی مردم. این مشخصه ارتباطات انسانیه. در حالی که آدم سالم مهربونه، خودشو دوست داره، مردم دوست داره، رابطه رو دوست داره، کارو خوبو دوست داره، تا زمانی که کاری رو خوب و درست میدونه انجام میده، وقتی هم دید نیست عوضش میکنه، اما همونجا میمونه. اما اینکه دیگران چه فکر نظری دارن که نخواهد بود. ببین عزیز، شما روزی که بگید من پیانو میزنم، تار میزنم، به عنوان یه هنر، به عنوان یه اکسپریانس، یه تجربه عالیه. روزی که گفتید پرفورم میخوام بکنم، میخوام نمایش بدم از پا در میاد، اون وقت باید یه سال بزنید برای که 5 دقیقه برید بالا چند نفر براتون دست بزنن. اونجا هم که میرید در تن و بدنتون داره میلرزه، بالا هم که رفتید تازه مورد 5 تا انتقاد قرار میگیرید، همه چی برباد میره. وجود خودتون یه بادکنک نکنید که هر کسی بتونه یه سیخی، یه میخی بهش بزنه به ترکونه. من تو زندگیم جمله‌مو تکرار میکنم، کار درست و خوبم خودمو میکنم. شما خوشتون میاد بیاد، بدتون میاد بر بیاد، نظرتون راجبه من عوض میشه بشه. من بارها شده تو کار روان درمانی و تراپی، دوستان اومدن نشستن، زن شوهر اومدن نشستن صحبت کردیم، هفته بعد اومدن گفتن آقای دکتر اومدیم پرو شما، تازه خیلی بیشتر دعوا کردیم. گفتم من هدف داشتم، برنامه داشتم، درستش همینه، ولی اصلا نمیخواد بپذیره همین. میخواد بیاد، میخواد نیاد. من که نمیدم اینجا شما رو راضی کنم، من که نفرستادم اینجا که شما رو خوشحال کنم. من قرار از طریق کار خوبم خوبی رو و اون شادی واقعی رو در ارتباط با شما داشته باشم. چرا فکر می‌کنید شما به من بگید عزیز، چرا برنامه‌های رازها و نیازها توی تنها رادیویی که تو این کشور هست، چون تنها رادیوئه، هفته 10 تا 12 ساعت که با بازپخشش میشه 20 تا 24 ساعت، 10 ساله اومده. اگر از من بپرسید و از دوستان پرسید، حرفشون است که این آدم همینه که هست، بی خودی لیله به لالایی ما نمیذاره، به خاطر خوش آمدن ما هم چیزی نمیگه، باور و عقیده و نظرشو میگه، آدم تکلیفش باش روشنه.
ما این صراحت و صداقت رو میخواید. متاسفانه شما توی یک کشوری الان زندگی میکنید که بازی درست عکسشه. آدم باید حتما یه چیز دیگه بگه.